نگه تمرین کرده بود، نظم رو یاد گرفته بود، تو صفوف منظم ایستاده بود، به جامعه تسری میداد، بچهش یاد میگرفت. بچهش که یاد میگرفت منظم فکر میکرد. شما میدونید نظم وقتی در فیزیک شما انجام میدید، در عمل انجام میدید، ذهن شما منظم میشه، منظم میتونید فکر کنید، حرفتون سر و ته داره، شست و شاخه شاخه نمی کنید. اگه جورابش حتی قابلمه آشپزخونه پیدا میکنه، برای که همین جوری هم فکر یادش نمید به کی چی گفته، کجا کدوم حرف رو زده، به کی چه قولی داده. از بچه 4 سالش میدونه این بد قول و خالی بنده تا 84 سالش، برای که نظم نداشته، برای که خودشو تابعه هیچ نظمی نمیخواد ببینه. سفر حجی که ما رفته بودیم جالب بود، مثلا اینا یه جایی نمیدونم بیمارن چی هن، دردشون چی، من واقعا نمیدونم. مثلا یه راهی میدید اینجا تا اونجا 100 متر راهه، از این نیوجرسی پلاستیکی میذاشتن، از این موانع راه میکردن 1 کیلومتر، راه میکردن 700 500. من یه نگاه میکردم دیدم مثلا 5-6 نفر دارن بالبال میزنیم یه سوراخ پیدا کنیم زودتر برسیم اونجا. نگاه کردم عین 5-6 تامون ایرانی تو اون همه آدم، یه جا ترافیک میشه، میبینی کلا همه این بغل مغلا، این جاده خاکی ها، این زیر پلا، یه جای پیدا کنیم بندازیم از این بغلا بریم، فقط خلقمون تنگ میشه، تو صف وای میستیم میمیریم، سری میخوایم بریم جلو. بدبخت یه رمز آبربانک میخواد بزنه، باید خیمه بزنه روی اون دکمه ها که خواهید دومتون برتر بایستا، نه که فضول باشه بخواد ببینه اون تو چیه، نه خلقش تمیز فهمون عقب مونده، خودم برسونم من خیالم راحت بشه جلوی اینجا الان در تحت سلطه ای من. میبینی این روحیه است. این اگر اون نمازی که عرض کردم که نماد تمرینه، آقا منظم بریز تو صف، همینجا باید وایسی، بلنشی بری نماز مردم رو خراب کردی، قطع میشه اتصال، فاجعه ای در گردن تو میفته، بر ذمه تو میفته، چجوری میخوای پس بگیری اینا رو؟ حواست باید باشه، نه عقب بمونی نه جلو بزن، این نظم باید در این جامعه حاکم بشه، باید تمرین باید بکنی، از دست بچه تو بگی ببر نماز جماعت، عادت کنه یاد بگیره. ببینه همه ما تابع این آرامش، این طمأنینه پیدا میکنه، اینقدر جاهای دیگه هم به درد میخوره، فردا تو ازدواجش داده بیاد را نمیندازه، با طمأنینه مشکلش رو حل میکنه، تو روی خود توی پدر مادر وای نمیسته، پرخاشگری نمیکنه، چون فهمیده بعضی چیزها نیاز به مرور زمان دارد. استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و صلات استعانت بطلبید، صبوری کنید، صبر رو یاد میگیرید. اینکه حالا صبور شد، اون بعدن شوهر کرد، زن گرفت، میگن رحمت بر پدر و مادری که اینجوری تا